چه چیزی در مگاپیکسل ما پیکسل یا رزولوشن عکس ما تاثیر گذاره؟ اون سنسور سر جاش، لنز سر جاش، کیفیت لنز ما، نوع سنسورمون، کیفیت مؤلفه‌های دوربین، تنظیماتی که تو دوربینتون انجام میدید، توانای پردازشگر دوربین و فرمت ذخیره سازی که راجع به این دوتا جلوتر صحبت میکنیم که با انتخاب هر کدوم از اینا میتونید چجوری تاثیر بذارید روی مسئله. پس یکی از چیزهایی که خیلی از شما میپرسن، مشتری میپرسه دوربین چند مگاپیکسلیه؟ شما نباید اونجا بگید دوربین من 26 مگاپیکسل، میگه خب من اصلا دفعه قبلی دوربین 5 مگاپیکسلی عکاسی کردم. اونجا شما اگه بگید ببخشید دیگه باختین ماجرا. اونجا با جواب دیگری بدید، راجع به سنسور توضیح بدید، راجع به لنزتون توضیح بدید، راجع به توانایی ادیتتون توضیح بدید. اون به طرف بفهمونی که مگاپیکسل تعیین کننده کیفیت عکس شما نیست، لزوما چیزهای دیگه ای هم هست. چون برای من دوستام و اطرافیانم مهمن. مثلا اگه دوستی داشته باشم که صاحب یه رستورانه، بعضا میخواد که برای کتاب آشپزیش عکاسی کنم، اگه نوع غذا و فرهنگ و زیباشناسی کارش رو دوست داشته باشم، حتما براش عکاسی میکنم. برای مهم نیست که من عکاس خوراک و غذا نیستم، با تمام میل تجربهش میکنم. عکاسی پورتره اما خیلی متفاوته، خیلی دردسری. اگه قرار باشه برای نیویورک تایمز عکس بگیرم، فقط با یک نفر توی یه اتاق طرفم، اما برای عکاسی مد با یک گروه بزرگ طرفی، طراح گریم و آرایش، طراح مو، لباس، تولید کننده ها، یک تیم بزرگ. ببین سوال شاتر تو دوتا حالت داره، یا تی که بذاری هر عددی دلت بخواد میتونی براش انتخاب بکنی. خودت داره تو فعلا با این برو جلو، بذار رو تی. سوال شاتر تو تیه، اینا رو ویل کن فعلا. چون الان من بهت بگم مثلا میریزی به هم که یعنی چی، چون با همه دوربین ها فرق داره. بذار تی و با اسکرو نانی مینوته فانکشنته عدد تو عوض کن. برای اینکه خودش بتونه تنظیم بکنه ساعت شده بشه، باید رو تی بذاره. راجع به اسپکت ریشیو داریم صحبت میکنیم، یعنی نسبت عکس یا نسبت تصویر با 16 به 9 آشنایی تمتون.